آموزش امروزمون در مورد کلمه ایله هست. ایله کلمه همونطور که شکل نوشتاریش رو میبینید به معنای با و در بعضی مواقع به معنای و ادا میشه. منتها مهم اینه که ببینیم معنی جمله چی میشه که ما این رو معنی بکنیم، یعنی شکل ظاهرشون فرق نمی کنه، بستگی داره که جمله چه معنایی داشته باشه تا ما متوجه بشیم که با کدوم معنیش باید ترجمهش بکنیم. در بعضی مواقع به صورت و تل معنا میشه و در بعضی مواقع به صورت با، و این مهمه که بتونیم تشخیصش بدیم. چند تا جمله از هر دو مورد مثال میزنیم که بیشتر باهاش آشنا بشید. جمله اول نوشته آرابا ایله بیزه گلده. آرابا ایله بیزه گلده. آرابا به معنای ماشین هست، ماشین، خودرو، اتومبیل. در واقع از کلمه عرابه گرفته شده، منتها تغییر معنایی پیدا کرده و شده ماشین، خودرو، اتومبیل. برای اینکه بدونیم بعد کلمه ایله در این جمله چه معنایی میده، باید همه جمله رو بخونیم و ترجمه بکنیم. آرابا ایله بیزه گلده. بیزه، بیز به معنای ما هست، در واقع اول شخص جمع میشه. بیز یعنی ما، بیزه یعنی به ما، به خانه ما، منظور مجازن. گلده از ریشه فعل گلماک میاد به معنای آمدن. حالا با ترجمهش متوجه میشیم که این ایله در جمله باید با معنی بشه. چطور؟ مثلا آرابا ایله بیزه گلده. نمیتونیم بگیم ماشین و به خانه ما آمد، باید بگیم با ماشین به خانه ما آمد. آرابا ایله بیزه گلده یعنی با ماشین به خانه ما آمد یا پیش ما آمد. پس اینجا ایله به معنای با هست. جمله دوم نوشته اکشام بینی تلفن ایله آراده. اکشام بینی تلفن ایله آراده. اکشام یعنی شب، بینی یعنی مرا، تلفن که همون تلفنه، ایله هم که نوشته آراده از فعل آرامک میاد به معنای زنگ زدن، دنبال چیزی گشتن. پس آراده به معنای زنگ زدن یا دنبال چیزی گشتن. حالا معنیش بکنیم، میگیم اکشام بینی تلفن ایله آراده. نمیتونیم بگیم شب مرا به من تلفن و زنگ زد، باید بگیم که شب با تلفن به من زنگ زد، با تلفن به من زنگ زد. پس میشه شب با تلفن به من زنگ زد. اینجا ایله به معنای با هست. جمله دیگه نوشته گمی ایله سیاحت اتدیلر. گمی ایله سیاحت اتدیلر. گمی یعنی کشتی، کشتی بزرگ، مثلا مثل کشتی تایتانیک به اون میگن گمی. سیاحت یعنی همون سیاحت، سفر، گردش. اتلر از ریشه اتمک، اتمک هست، به معنای انجام دادن کاری. سیاحت اتمک یعنی گردش کردن، سفر کردن. میگه با کشتی به سفر رفتن، به مسافرت رفتن، به گردش رفتن. پس اینجا ایله به معنای با هستش. پس گمی ایله سیاحت اتلر. جمله چهارم نوشته کاردشیم اللرینی صابون ایله یکادی. کاردشیم اللرینی صابون ایله یکادی. میگه خواهر یا برادرم، ال یعنی دست، ال یعنی دست، اللر یعنی دستها، اللرینی یعنی دستهایش را. صابون همون صابونه، یکادی به معنای شستن، از فعل یکاماک هست، به معنای شستن دست، صورت یا شستن هر چیزی رو میگن یکاماک. کاردشیم اللرینی صابون ایله یکادی. میگه خواهر یا برادرم دست هاشون رو با صابون شستند. نمیتونیم بگیم و صابون شستن، باید بگیم با صابون شستن. پس اینجا ایله به معنای با هستش.
Cümleye bədi annem ütü ilə gömleğini ütüledi. Annem ütü ilə gömleğini ütüledi. Annem yani مادرم ütü همون کلمه اتو هستش که از فارسی گرفته شده. گملک یعنی پیراهن. گملک به معنای پیراهن هستش. که الان گملیمی شده پیراهنم را اتولدی از همون ریشه اتو هست منتها این بار به شکل فعل هست یعنی اتو کردن اتولمک یعنی اتو کردن آنم اتویله گملیمی اتولدی معنیش میشه مادرم با اتو پیراهنم را اتو کشید پس اینجا هم ایله به معنای با هستش مادرم با اتو پیراهنم را اتو کشید. جمله بعدی نوشته کاپیه آناهتار ایله آچته. کاپیه آناهتار ایله آچته. کاپ به معنی در هست. کاپیه یعنی در را. کاپیه به معنی در را. آناهتار به معنای کلید هست. آناهتار به معنای کلید هست. açtı از فعل açmak هست از ریشه فعل açmak به معنای باز کردن در یا باز کردن قفل باز کردن هر چیز رو میگن açmak kapıyı anahtar ile açtı معنیش هم میشه پس معناش میشه kapıyı یعنی در را با کلید باز کرد در را با کلید باز کرد نمیتونیم بگیم در و باز با کلید و در و باز کرد پس اینجا هم ایله به معنای با هست در را با کلید باز کرد مثال دیگه گفته آدم پارای والیز ایله تاشده آدم به معنای آدم و انسان نیست آدم فقط برای مردها به کار میره آدم یعنی میگه اون مرد پارا یعنی پول پارا یعنی پول آدم پارایی میگه اون مرد پول را والیز یعنی چمدان چمدان بزرگ رو میگن والیز که توش که باش مسافرت میرن و لباس و وسایلش رو توش میذارن بهش میگن والیز ایله تاشده تاشده از فعل تاشماک ریشه میگیره تاشماک یعنی حمل کردن بردن یک چیزی رو بلند کردن و با خودت حمل کردن رو میگن تاشماک نوشته آدم پارای والیزی ایله تاشده میگه اون مرد پول را با چمدان حمل کرد یعنی پولها رو با چمدان حمل کرد پس اینجا هم ایله به معنای چمدان هست جمله آخر نوشته بن آن نمیله پارکا گیتیم بن آن نمیله پارکا گیتیم میگه ما من با مادرم به پارک رفتم نمیتونیم بگیم من و مادرم به پارک رفتم اینجا به معنای من با مادرم به پارک رفتم گیتمکم که گفتیم به معنای رفتن پارکم که تغییری نکرده به معنای پارک است پس تو این جملات که مثال زدیم ایله به معنای با هست که در بخشای دیگه هم مثالهایی میزنیم که به معنای و باشند